Hello everyone, I'm deeply honored and humbled to receive this wonderful and prestigious award named after Dr. Amin, who was the chancellor of the university when I was a bachelor student. And I'm really happy to receive this award, especially presented by Dr. Amin's wife. I have been a faculty member of Sharif for 35 years, and it's really an honor for me to receive this award. I will give the rest of my talk in Farsi to be able to give more details, especially for the Persian speaking audience. Thank you. من سال 1350 به عنوان دانشجوی کارشناسی رشته برق وارد دانشگاه شریف شدم تا سال 54 و سال 54 تا 56 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا فوق لیسانس در رشته برق و کامپیوتر خوندم. همونجا علاقه من به رشته کامپیوتر شدم و بعد از سال 56 برگشتم به ایران. یک سال در سازمان انرژی اتمی بودم و بعد توسط دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مربی دانشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر استخدام شدم و بعد از همون موقع اتفاقا یک سال بعد انقلاب فرهنگی شد، تقریبا دانشگاه تعدیل شد، من عضو ستاد انقلاب فرهنگی شدم و در کمیته مشترک برنامه ریزی رشته کامپیوتر عضو شدم و مشارکت داشتم در تدوین برنامه آموزشی رشته کامپیوتر که الان در حال حاضر در ایران برگزار میشه و اجرا میشه. سال 63 تا 68 من برای دکترا رفتم به آمریکا و از دانشگاه پرنستون دکترا گرفتم و سال 68 برگشتم و مجدداً کار رو در دانشگاه شریف و دانشگاه مهندسی کامپیوتر که اون موقع تازه تأسیس بود کار رو دنبال کردم. در این مدت خب درگیری های متعددی داشتم. 18 سال مسئول مسابقات، مسئول المپیاد دانش آموزی کامپیوتر بودم و که تقریبا در همه این دوره همه اعضای تیم همه مدال خیلی خوبی آوردن و الان این افراد در خارج و در داخل سمت‌های خیلی مهمی در بخش علمی و بخش پژوهشی یا حتی بخش اجرایی و صنعت هستن. همچنین حدود 15 سال مسئول برگزاری مسابقات دانشجویی ACM هستم که مسابقه است که از 40 سال پیش تا الان در سطح دنیا برگزار میشه. مثلا در سال گذشته حدود 40,000 تیم از سراسر جهان در مسابقات مرحله اول شرکت کردن و 128 تا از این تیم ها بعد از مراحل منطقه‌ای به مسابقات جهانی راه یافتن. در این مدت هر سال تیم دانشگاه شریف در این مسابقات بعد از اینکه در مسابقات منطقه‌ای اول یا دوم شده در این مسابقات حضور داشته. در اولین دوره ما دوم شدیم و مدال نقره گرفتیم. سال پیش بین 128 تیم ما رتبه 14 هم شدیم دانشگاه شریف و رتبه سوم آسیا و بسیاری از تیم‌های برجسته آمریکا رو پشت سر گذاشتیم و رقابت خیلی شدیدی بود و تقریبا دانشگاه هم به این نتایج خیلی براش اهمیت ویژه‌ای داشت. من در این مدتی که در دانشگاه شریف بودم هم
رئیس دانشکده بودم، معاون تسهیل و تکوینی و مدیر گروه نرم‌افزار بودم و تدریس و تحقیق و پژوهش و اینا میکردم. تا الان 8 دانشجو دکترا فارغ التحصیل کردم، برخی از ایشون در دانشگاه کشور عضو خیلی مهمی از هیئت علمی هستن، اولیشون در حد استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی هست الان، و تا الان 5 تا کتاب در تدوین کتاب نوشتم و از این 5 تا کتاب 3 تاش تألیفیه و یه دونه ترجمه است و یه دونه گردآوریه. کتاب اولم که الان در واقع یه جوری کتاب مرجع اصلی در دانشگاه کشور است در زمینه داده ساختار الگوریتم، در سال 88 و 89 به عنوان کتاب فصل و کتاب سال آموزشی انتخاب شد و کتاب قابل توجهی هست. همه کنونم دو کتاب در دست تهیه دارم و الان 5 دانشجو دکترا زیر نظر من کار میکنن و مسئولیت متعددی در سازمان سنجش، شورای برنامه‌ریزی، رشته کامپیوتر و نظایر اونا داشتم. تا الان یه چیزی حدود 46 مقاله جورنال دارم و حدود 80 مقاله کنفرانس بین‌المللی معتبر و همچنین 60 مقاله در کنفرانس های داخلی دارم که تقریبا شکوه قابل توجه هست. من اولین برنامه اوپن سورس در ایران رو تولید کردم به اسم فارسی تک، مبتنی بر نرم‌افزار حروف‌چینی تک، و همچنین این افتخار رو دارم که در زمان دانشجویی عضو تیم ژیمناستیک دانشگاه بودم که سال 1153 به عنوان تیم سوم مسابقات دانشجوی ژیمناستیک کشور انتخاب شدیم. و همچنین عضو مؤسسه انجمن کامپیوتر ایران بودم و از اون موقع خیلی وقت تا الان درگیر برگزاری کنفرانس های متعدد همین انجمن در داخل ایران بودیم که نقش خوبی در برای شکل گیری این کارهای علمی در داخل ایران داشت. غیر از 8 دانشجو دکترا که فارغ التحصیل کردم، حدود 80 دانشجو کارشناسی ارشد کار پروژهشون رو با من انجام دادن و حدود 110 دانشجو کارشناسی رو در واقع هدایت کارشون رو داشتم. من بیشتر از این مزاحم وقت شما نمیشم. از همه دستاندرکاران USSUDA، از همه دستاندرکاران SUDA برای انتخاب خودم تشکر میکنم. برای من افتخار بزرگی است که همچین جایزه ای نصیبم شده و از همه دوستان عذرخواهی میکنم که نتونستم در این مراسمتون شرکت کنم. خیلی علاقه من بودم که بتونم در حضورم خدمت همه دوستان برسم، ولی متاسفانه گرفتن ویزا و سفر به آمریکا و اینا عواقب سختی داشت که برای من امکان پذیر نبود که در این مسابقات در این گرد همایی شرکت بکنم. از همتون خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی دوران خوشی در واشنگتن دارم. متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ.